سلام شاگردای عزیز، چیال دارین؟ خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ امید که همه شما عزیزا صحت و سلامت باشین. درس روز گذشته را مطالعه کرده باشین، کار خانگی مربوطش انجام داده باشین و به درس جدید امروز حضور برام رسانده باشین. در درس روز گذشته من به یاد شما است که ما شما خوانده بودیم که زوایای متممی داخلی یک طرف خط قاطع. ما شما تعریف کرده بودیم که هرگاه دو خط موازی توسط یک قاطع قطع شود، زوایایی که به یک طرف خط قاطع ایجاد میشه مجموعشان مساوی با چند درجه بود؟ 180 درجه. این دیگه رسم کنم برای شما نشان بدم. ببینید در اینجا خط AB با DC موازی بود. وقتی که یک قاطع قطع میکنه خط AD، زاویه که به یک طرف خط قاطع ایجاد میشه، یعنی زاویه A و زاویه D جمع کنیم، A جمع D مساوی با چند درجه بود؟ 180 درجه بود. بسیار خوب، اینو به یاد شما آوردم. امروز موضوع درسی را که من خدمت شما پیشکش میکنم بسیار یک موضوع ساده، بسیار دلچسب است. موضوع درس امروز ما شما چهار ضلعی ها هستند که صفحات 167 و 168 کتاب در بر میگیره. اهدافی که ما شما در این درس داریم عزیزا ببینین، یک، چهار ضلعی ها را شما تعریف کرده بتانین، انواع چهار ضلعی ها را بشناسین و خواص چهار ضلعی ها را بفهمین و در مسائل هندسی را چه کرده بتانین، استفاده کرده بتانین. بسیار خوب، حتما شما میگین که چهار ضلعی ها چه استفاده داره، در کجا استفاده میشه، چرا ایره بخونیم. ما یک سوال انگلیسی را اول از کتاب شما برای شما طرح میکنم، شما این سوال با ما مشترکاً ببینین از این سوال چه قسم برداشت میکنین. ببینین چهار ضلعی ها گفته در شکل مقابل چه تعداد چهار ضلعی مشاهده میشود. شما عزیزا ببینین این شکل که شما میبینین، اینمی که شما این سوال برای شما تو طرح شده که شما تمام اینمی چهار ضلعی‌ها رو حساب کنید که چند دانه است. ما برای شما کمک میکنم، ببینید مشترکاً مثلا اینی چهار ضلعی شما در نظر بگیرید، این از اینجا اول این طور ای یک چهار ضلعی است با این ترتیب که در داخل چهار ضلعی باز چهار دانه چهار ضلعی دیگه جا بجاست. یعنی ببینید این دو دانه آبی و دو دانه هم سفید که چهار دانه جمع خود از اینکه احتوا کرده پنج دانه میشه. حال پنج دانه که است امیر حساب میکنه، ببینین این یک دانه که پنج دانه داره به می ترتیب یک دو سه چهار پنج شش هفت و بالاخره چند هشت، یعنی هشت دانه چهارضلعی داریم که هر کدامش پنج چهارضلعی تشکیل میدن که ضربش کنیم هشت پنج چند میشن؟ چهل دانه چهارضلعی. بسیار خوب، حال استعمالش برای شما در این تصاویر بعدی نشان میده. ببینید چهارضلعی ها چه استعمال میشن. اولا در این تعمیر مقبول شما میبینین از طرف بالا شروع میکنم، ازا ببینین این ایجا این میگه که میبینین شما که دو دانه شیشه انداده این میبینید و دو دانه شیشه و در مجموع طور یک شکل چهار ضلعی داره. این چهار ضلعی است با ترتیب پایین بیم این شیشه ها را ببینین، همگی از یا شیشه ها یک شکل چهار ضلعی داره. خود این دانگی دروازه را که میبینین این هم یک چهار ضلعی است. این پیک که میبینین که بارانگیر است، این پیک و همچنان این طرف که پیک است، اینها چهار ضلعی است. میبینید در دروازه دخولی یا دروازه درآمد میبینین چوکات از این شکل چهار ضلعی است، زینه ها شکل چهار ضلعی است. پس عزیزا میبینین که چهار ضلعی ها بسیار زیاد مهم هستند که ما شما باید را بخونیم تا در آینده اگر شما بخیر انجینر میشین شما از این چهار ضلعی ها استفاده کنین. و غیر از اینکه موضوعی که در ساختمان استفاده میشه، بعضی استفاده های دیگه هم داره که برای شما من برنامه‌اش میگذارم. ببینید این خانه میخواد خانه خود فرشش از چهار ضلعی‌ها جور بکنه. ببینید چهار ضلعی‌ها را به اشکال رنگارنگ، رنگ زرد، رنگ سیاه، اقسام مختلف رنگا برش کرده و روی فرش اتاق خود چی داره؟ دیزاین داره. یعنی فرش اتاق ها را هم شما میتونیم از چهار ضلعی‌ها استفاده کنیم. همچنان ببینید در زراعت ای از شاروالی ما شما هستند که شاروالی مربوطه ما شما گلدانای گله و راروی ها به شکل مستطیل ها که شکل چارزولی است چی کردن؟ ایجاد کردن. ببینین ای راروا را ببینین به شکل چارزولی و همچنان گلدانا را که جا به جا ترتیب و تنظیم کردن همگیشان در شکل چی هستند؟ در شکل چارزولی تشکیل شده و ای را تهیه و تنظیم کردن. و این تصویر که شما مشاهده میکنین خانمایی هستند که همگی اینا انجینیر هستند یا به خاطر ایجاد یک ساختمان
نقشه را گرفتن مشترکن سرشکار دارن که چه ترتیب است چه نوع چارزولی ها استفاده کنن تا به زیبایی تعمیر بیفزاید. این اجزا میبینید چارزولی ها بسیار نقش اساسی در زندگی روزمره انسان ها دارن. حالا به خاطر دی که ما شما تصاویر را دیدین، ما شما بتانیم امی چارزولی ها را خود ما نامگذاری کنیم و بهتر آموزش ما صورت بگیره، یک فعالیت بر شما در روی چارت و روی تخته بر شما چه کردیم؟ ترسیم کردیم که در روی ازی ما شما را کار میکنیم و میبینیم که از ما چه خواسته و چه میکنیم. میبینه اضاف در فعالیت A, B, C, D A, B, C, D یک چارزولی است. چار زل، چار رس، چار زاویه و دو خطران را نام ببرید. میبینید من هر یک از یارا مادوار بر شما نوشته میکنم. البته چار زل که گفته میبینید نوشته میکنم A, B بعد B, C بعد C, D و بعد A, D. این یکی از ببینید که چهار زل گفته. این چهار زل دارای چهار زل است. گفتم A, B, B, C, C, D و A, D. چهار زل. چهار رأس. چهار رأس از این را که ما شو بینیم. رأس A, رأس B, رأس C, رأس D. نوشته میکنم اینجا که بسیار خوب بفهمید. چهار زل. اینجا نوشته میکنم که چهار رأس. چهار رأس کدام هستن؟ ببینید. رأس A, رأس B, رأس C و رأس چی؟ رأس D. بسیار خوب. چهار زاویه. چهار زاویه نوشته میکنم که چهار زاویه. کدام هستن؟ زاویه A. زاویه A بعد زاویه B بعد زاویه C و بعدش هم زاویه چند؟ زاویه D. میبینین که چهار زلی دارای چهار زل، چهار رأس و چهار زاویه هستن. و آخریش را گفتن دو قطران را نام ببرین. دو قطره از داره میبینین یک قطرش هست AC. اینجا نوشته میکنم که دو قطر. یک قطرش هست AC و قطر دیگه چی هستن؟ BD. BD. ما شما گفته بودیم که قطر چهار زلی خط است که در رأس غیر مجاور یک مضرع را به هم چی میسازه؟ وصل میسازه. بسیار خوب، این جزش هم شما جواب دادیم. میرسیم به جز بعدیش. هر یک از چارزلی های زیرا نام ببرید. هر یک شگفتن نام بگیرید. ببینید در این جمع برای شما رنگ را آوردیم به خاطر تشخیص خوبتر صورت بگیره. اول این چارزلی را شما ببینید عزیزا، اینمی چارزلی را خط میکنم که بیخی براتون مشخص شود. یعنی چارزلی چی؟ E, F, G, H نوشته میکنم که در اینجا اینی ترتیب میارم. نوشته میکنم که چارزولی E, F, G, H این نامش چی هستن عزیزا؟ این چارزولی هر چار زلش با هم مساویستن. ببینین بر شما در چیزام نشان میتونم در خط کش. این چند سانتیستن؟ 8 سانتی یام 8 سانتی و با ترتیب ببین نیزا ایرام اندازه کنیم یام 8 سانتی و این ترتیب هم میبینیم که هر چهار زلش 8 سانتی است. نوشته میکنم 8 سانتی متر، ای هم 8 سانتی متر، ای هم 8 سانتی متر و بالاخره ای هم 8 سانتی متر. خب وقتی که هر چهار زلش با هم مساوی است و زوایاشون هم دو به دو با هم مساوی است، یعنی ای مساوی به جی است، H مساوی به F است. بنابراین چه نام داره؟ لوزی یا معین. نوشته میکنم که لوزی یا معین. بسیار خوب. چارزلی دیگر را میبینیم. ایزا ببینید اینی چارزلی را. این. ای چارزلی چه نام دارن؟ A, B, C, D. A, B, C, D. نوشته میکنم که در اینجا میاره میره. نوشته میکنم که A, B, C, D عبارت از کدام چارزولی هستن؟ چارزولی است که باید این مربع باشه. ببینین از رای زیره 13 سانتی 13 سانتی ای هم 13 سانتی و با ترتیب ای هم 13 سانتی. پس وقتی که اینا 13 سانتی هستن از رایش با هم مساویست
ولی زوایای از چی هستن؟ زوایایش قائم است. ببینیم نشان میتونم برای شما. ببینین این زاویه 90 درجه، همچنان این زاویه 90 درجه و ترتیب این زاویه 90 درجه و همچنان به این شکل بیایم این زاویه چند درجه هستن؟ 90 درجه. توسط گونیا یعنی این زاویه 90 درجه تشخیص میشه. پس این ما شما چه نام دارن؟ این رو نوشته میکنیم که این چهارضلی ما شما مربع است. ما شما مربع رو تعریف کردیم، مربع چهارضلی است که هر چهارضلیش با هم مساوی باشه و زوایاش قائمه باشه. شاید شما بگین که با چه تفاوت داره؟ یعنی لوزی با مربع چه تفاوت داره؟ در لوزی هر چهارضلیش مساوی است، اما زوایاش دو به دو با هم مساوی هستند و اینجا زوایاش قائمه نیست. اما در اینجا شما میبینید در مربع که زوایاش با هم چی هستند؟ قائمه است. یعنی عرضشان مساوی و زوایاشان قائم است. بسیار خوب، در این دو شکل در خودش دیده میشه که یک دفعه ای رو من اندازه کنم برای شما. ببینین این هم 13 سانتی، این هم 13 سانتی، این رو میبینم 6 سانتی و این هم 6 سانتی. پس این یک مستطیل است. در خود داخل از این نوشته میکنم عزیزا که این مستطیل است، به خاطر از اینکه اعضای مستطیل به چهارضلی گفته میشه که اعضایش دو به دو با هم مساوی باشه و زوایاش چند درجه باشن؟ قائمه باشه. یعنی A, B, C, D این تمام زوایاش چی هستن؟ قائمه است. و پوینتر از یام عین شکل ببینید، مثل که این A, B, C, D است، ای C, D, E, F و ای هم مستطیل است، به خاطر که ضلع C, D مساوی به E, F است و D, F مساوی به چی است؟ C است. این رو نوشته میکنم که این شکل هم مستطیل است. در این شکل اجزا میایم. ببینید در این شکل، این شکل باید متوازی الاضلاع باشه که ما شما گفتیم متوازی الاضلاع چهارضلی است که اعضایش دو به دو با هم چه باشن؟ مساوی باشن، مساوی و موازی باشن. در اینجا ببینین ایران برای شما نشان میتم این 10 سانتی، این هم 10 سانتی. ببینین نوشته میکنم 10 سانتی متر، این هم 10 سانتی متر. یعنی این اضلاع دو به دو با هم چی هستن؟ در مقابلش هم موازی هستن و هم مساوی هستن. و همچنان این دو زل دیگه، یعنی اینجا خط بکشیم این با این مساوی است و این دو زل با این دو زل، یعنی AD مساوی با BC و موازی، هم موازی است و هم مساوی. بنابراین این شکل ما چنم داره؟ متوازی الاضلاع. نوشته میکنم که این شکل ما عبارت از متساوی الاضلاع است. در آخرین رسم ما میبینیم که کدام شکل باید باشن. این شکل شکل زوزنخه است. شکل ABCD یک زوزنخه است به دلیل از اینکه A B موازی با C D است. اینجا نوشته میکنم که A B موازی با C D است، ولیکن A D موازی نیست با چی؟ با B C. یعنی زوزنخه را ما شما تعریف کرده بودیم که چهارضلی است که دو ضلعش با هم موازی و دو ضلع دیگه چی باشه؟ غیر موازی باشه. بسیار خوب، این ای جزک برای شما گفته بود هر یک از چهارضلی های زیر نام ببرید. تمامش در خود رسم برای شما نوشته کردم که ذهن‌نشین شما شود. خب ببینید در این مثال در اشکال زیر مربع، مستطیل، متوازی الاضلاع، معین یا لوزی و زوزنخه را نشان دهید. در درس پیشتر در اینجا شما در این فعالیت مکمل تمامش اندازه گیری کردیم و با تفصیل برایش صحبت کردیم. در اینجا ما شما خود اشکال که ببینید میفهمیم عزیزا. ببینید این چهارضلی ما شما ای بی با سی دی موازی است، ولی ای سی با بی دی موازی نیست. پس این شکل باید چی باشن؟ این چهارضلی به معنای با نام زوزن حیات میشه. این شکل شما ببینین، بازم خط خط میکنم، این همی شکل هست مثل که پیشتر برای شما نشان دادم. این شکل ها یعنی اینجا در بالا میاره میره به اینی ترتیب F G H و این چهارضلی چی نام دارن؟ این چهارضلی لوزی یا معین است. نوشته میکنم که معین یا لوزی به این ترتیب. در رسم بعدیش میبینین یعنی A, B, C و D این چهارضلی. خب خط خط میکنم که این را شما با تفکیک و خوب منظم بفهمین و تشخیص کرده بتانین. ببینین این شکل برای شما که توسط خط خط سرخ نشان دادم ما شما دیدیم که هر چهار ضلع با هم مساوی است و زوایاش دو به دو با هم مساوی است، یعنی زاویه F مساوی به H، E مساوی به G. اینه ما شما گفتیم که F G H E یعنی F G H E این چهار ضلع معین یا لوزی است. این شکل دیگر را گفتیم که چهار ضلع A B C و D
ببینید این هر چهار ضلع از هم با هم مساوی است، ولی زوایای زیاد چی هستند؟ با این نشانی که کده این زوایای قائمه است، یعنی 90 درجه است. پس اینی شکلی که ما شما داریم این یعنی برنج نارنجی، این میاره میگیم که این شکل ما A B C و D. این چهار ضلع ما شما چه نام داره؟ این نوشته میکنیم این چهار ضلع ما مربع نام داره. میرسیم سر از این شکل. در این شکل هم ببینید به این شکل ما را نشانی میکنم بر شما، یعنی این چهار ضلع را در اینجا نیارمش. ببینید اجزا این چه نام دارن، یعنی چهار ضلع A, E, C, F. A, E و C, F. این چهار ضلع ما شما مستطیل است. ببینید A, F مساوی به E, C و A, E مساوی به F, C است و زوایش هم چند درجه هستن؟ قائم است. وقتی که دو قائم است از این جهه هم شما میبینید این زوایشان چی هستن؟ قائم هستن، یعنی 90 درجه است. پس این نوشته میکنیم که شکل ما شما عبارت است مستطیل است. شکل دیگه که ما شما داریم یعنی A, B, C, D، یعنی شکل این شکل ما شما متوازی الاضلاع است. A, B موازی با C, D است و همچنان AD موازی با BC است. ما شما گفتیم باز تکرار میکنم متوازی اضلاع با چهار ضلع گفته میشه که اضلاعش دو به دو با هم مساوی و موازی باشه. این رو نوشته میکنم که این همی شکل ما شما که عبارت است A, B, C و D است. این شکل چی هستن؟ شکل متوازی الاضلاع. داخلین شکل میرسیم. ببینید در این شکل اینجا AB با EF موازی است، AE با BF موازی نیست، غیر موازی است. پس این همی چهار ضلع در خود نوشته میکنم چی هستن؟ عبارت از زوزنقه است. زوزنقه. شکل پایینیش ببینید EF موازی با CD و EC غیر موازی با FD است. این شکل هم زوزنقه است. بالاخره خود شکل بزرگ که دو زوزنقه را احتوا کرده عبارت از A, B و C, D است. این شکل چی را دارن؟ این هم A, B موازی با C, D است و A, C موازی نیست با B, D. بنابراین این شکل هم زوزنقه است. نوشته میکنم که A, B, C و D. این هم زوزنقه است. عزیزا ببینید اینمی مقدار درس ما شما بود که تا اینجا ما شما البته خدمت شما پیشکش کردم. امید که شما این چهار ضلع را تشخیص کرده باشین و اگر برای شما این چهار ضلع داده شود شما این را چه کرده بتانین، تعریف کرده بتانین و مشخص ساخته بتانین. یک مرتبه درس را برای شما خلاصه میکنم. ما شما گفتیم که چهار ضلع را خواندیم، گفتیم چهار ضلع در زندگی انسان ها بسیار نقش اساسی داره. شما در تصاویر دیدین که در ساختمان استفاده میشه، در زراعت استفاده میشه، در فرش تعمیرات، فرش زمین استفاده میشه و در بس مسائل دیگه زندگی استفاده میشن. چهار ضلع ما شما تعریف میکنیم، اجازه میگیم که چهار ضلع به شکلی گفته میشه که یک سطح توسط چهار قطعه خط شده باشه محدود شده باشه، یا سطحی که توسط چهار قطعه خط محدود شده باشه همون چهار ضلع است که ما شما در اشکال مختلف تای فعالیت و تای مثال ما شما چی کردیم؟ کار کردیم. عزیزا ای بود درس امروز ما شما. البته کار خانگی یک بر شما محول میکنم. اینو ببینید کار خانگی صفحه 168 کتاب درسی است. این کار خانگی را شما چیکار نیاز انجام بدین؟ وقتی کار خانگی را انجام بدین شما بهتری موضوع را ما تدریس کردیم بهتر شما میفهمین و موضوع را درک میکنین. درس بعد یک من خدمت شما پیشکش میکنم زوایای مقابل متوازی الاضلاع است و این زوایای مقابل متوازی الاضلاع درس بعدی بر شما ما پیشکش میکنم. تا درس بعدی همگی شما را به علای پاک می‌سپارم.